اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه قرآن کریم وارد شده زین للناس حب الشهوات، برای مردم این چیز زیبا مطرح شده، تزیین شده، زینت نیست واقعا، اما لباس زینت برای مردم به او پوشنده شده. چی؟ علاقه به شهوات. شهوات یعنی اشتهاهای نفس، این نفسی که تو قرآن کریم وارد شده، تقریر فرموده قرآن کریم و نقل فرموده لأمارتون بسوء، لام لام تأکید، صیغه صیغه مبالغه، اماره با تأکید زیاد امر به بدی میکنه، نفس با تأکید شدید امر به بدی میکنه، با تأکید خیلی قوی امر به بدی میکنه. شهوات اینجوریه. انسان اگه چشمشو بس از نور عقل که قناعات باورها، یعنی اونی که خدا در هر کسی قرار داده، با کم و بیش افراد که خدا قرآن کریم فرموده کم و کم و بیش، برای هر کسی اون مقداری که باور براش درست شده که اساسش عقله، نور عقله، این شهوات تزیین شده برای انسان از خارج انسان. شیطان زیبا نشون داده شهوات را، لذا انسان نفسش علاقمند به اینکه اون چی که نفس اشتها داره میخواد بره دنبالش. اگه انسان جلو نفسش رها کرد، یه دونه از شهوات تلفش میکنه، یه دونه از شهوات عمرش رو قطع میکنه، یه دونه از شهوات به جهنم و خلود ابدی عذاب میکشتش. این دو نیرو که خدای تبارک و تعالی در هر شخصی به یک نسبتی قرار داده، یکی باورهاست، یکی خواسته های نفسه. غالبا هم اینا با هم تعارض دارن، حالا یا تعارض وجودینن یا تعارض وجود عدم هستن، یا ضدین لا ثالث لهما به اصطلاح علمی، یا متناقضینن. متناقضین هیچ وقت ثالث نداره، اما ضدین گاهی ثالث داره. اونی که ثالث نداره غالبا همین باورهاست و خواسته های نفسه. یکی از خواسته های نفس لذت خوراک، خوراک خوشمزه، یه خوراکی که خیلی خوش طعمه، خوش بوه، آدم وقتی که میخوره باورش اینه قدی که صلاح بدنه از این استفاده کنه، اما اشتها اینه که نه، قدی که صلاحه میخوره بیشتر میخوره بیشتر میخوره. شخصی که حالا تو ذهنمه، قصه مال بیش از 40 سال قبله، سالم بود، باکش نبود، یه روز گفتن فلان کس فوت شد. من پرسیدم چش بود؟ گفتن یک جا 3 کیلو بقلوا یک جا خورد، بعدش نفس تنگ گرفت، بردنش بیمارستان، فوت شد. میارزه؟ این شهوت، این همون زینه است.
باقلاوا خیلی چیز خوشمزه ای، اما یه دونه معده یه آدم عادی مگه چقدر قابلیت داره؟ مثل یه ظرف میمونه، یه لیوان چقدر آب جا میگیره؟ اگه بیشتر آب کردی سر میره. وقتی که وارد معده شد، این اورده و شراین بیش از قابلیتش تحملش پر میشه، گاهی منجر به موت عاجل میشه. شهوت، یکی از شهوات، شهوت غریزه جنسی، شهوت حب و ظهور، انسان خودشو نشون بده. یه وقت شخص به جایی میرسه برای اینکه میخواد خیلی خودشو نشون بده، تلف میشه. این کسایی که در ملاکمه، در مصارعه، در اینا تلف میشن، این چیه؟ این حب و ظهوره. میخواد خودشو نشون بده خیلی بیش از اون مقداری که قابلیتشه، تلف میشه. وقت نمیارزه. این همون شهوات که تزیین شده، حب به این شهوات، این هم یه جورشه. وقت انسان اگر تصمیم گرفت که به باورهاش عمل کنه در معارضش با شهواتش، این یا هیچ مبتلا نمیشه دنیا و آخرت، یا اقلا کمتر مبتلا میشه در حدی که اشتباه کمی کنه. دو نفر هستن، با به یه نمونه و یه مثال از خیلی مثال، از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام، دو تا برادرن، یکی محمد ابن فرج، یکی عمر ابن الفرج. محمد دنبال باورهاش بود، انقدر بالا رفت بالا رفت، یکی از ثقات اصحاب این دو امام معصوم علیه السلام، و یه مجموعه از روایات را از این دو امام معصوم نقل کرده که امروز من و شما و دیگران عباداتی که داریم، عقایدی که داریم، اخلاق و فضائلی که داریم، یک قدرش از این محمد ابن فرج به ما رسیده و اون شریک با ما هست در عمل. الدال على الخير كفاعله، كفاعله، کسی که دلالت بر یه خیری میکنه مثل فاعل اونه، ثواب خدا به اون میده مثل که به این میده. همین نمازهایی که آدم ها میخونن، مؤمنین میخونن و مؤمنات، روزه هایی که میگیرن، حجی که میرن، زکاتی که میدن، خمسی که میدن، نمیدونم فضائلی که دارن، عقائدی که دارن، فضائل اخلاقی، ترک رذائل اخلاقی میکنن، یه قدرش تو روایات ما از این دو امام معصوم علیهم السلام، حضرت هادی و حضرت جواد، پدر بزرگوارشون، به وسیله این محمد بن فرج رسیده که خدا میدونه روزی چقدر ثواب گیرش میاد از باب الدال علی الخیر. اون یکی دیگه عمر تو دستگاه بن العباس رفت، دنبال شهواتش بود، مختلف شهواتش، پول جمع کرد، خانه، باغ، زندگی، که نوشتن تو تاریخ وارد شده یک قدرش. بعدم آخرش این شهواتش به جایی کشیدش که متوکل عباسی، با اینکه این از اعوانش بود، سر یه قصه اوقاتش تلخ شده، ازش غضب برش کرد، حبسش کردن، اونقدر شکنجهش کردن که نوشتنم شکنجه هاش، که زیر شکنجه مرد. این یه برادر دنبال شهواتش رفت، او یه برادر دنبال باورهاش رفت. هر کسی همین جوره، این دو نیرو در هر کسی هست. اون نسبتی که خدای تبارک و تعالی به هر کسی لطف فرموده، امتحان انسان هم همینه دیگه. یعنی یکی از امتحانهای بزرگ و مهم مردم
تو همینه. این ظالمین چرا ظالم میشن؟ دنبال شهواتشون میرن. این کسایی که غریزه جنسی میکشتشون به امراض سخت یا به مرگ میکشتشون، دنیا و آخرتشون رو تلف میکنه، شهوت این رو شهوته، اشتهاست، خواسته نفس. اینایی که دنبال شهواتشون هستن پول جمع بخوان بکنن، اونایی که دنبال شهواتشون هستن میخواد خودشون نشون بده، این کشتی ها، این مصارعه ها، این ملاکمه ها، این چیزهایی که طرف رو تلف میکنه یا ساقطش میکنه، شکسته بکسته میشه تا آخر عمر چیز میکنه. این به خاطر اینکه افراط کرده در این اشتها. حب الظهور یه حد معقولی داره، یه حدی داره که باور انسان رو اون هست. علمای اخلاق میگن هر خوبی وسط بین دو بده، افراط و تفریط. شجاعت خوبه، این طرفش جبنه، اون طرفش تهور، هر دوش بده. کرم فضیلت خوبه، این طرفش بخله که بده، اون طرفش افراط کرمه. قرآن کریم فرموده لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وسطش، نه کل البس که افراطه، نه مغلولتن الانقه که کنایه از اینه که دستش بس است. یکی دستش بس است، خدا تفضل برش کرده، هوش بهش داده، زیرکی داده، از هوش و زیرکی خدا دادی استفاده کرده، پول زیاد در آورده، هیچ رو بهش که نمیده، این بخله، این بد. یا همش رو میده، زن و بچهش بی نفقه میمونن، اینم درسته، اینم بی خود. واجب و نفقش را ترک میکنه، نفقشون رو میده به این اون. اینم بده، این افراطه، این شهوته، اون شهوته، اینم شهوت. تفریط و افراط هر دو شهوت. باور اینه که آدم نه تفریط بکنه نه افراط کنه. به نسبه به همه چیزهایی که انسان خواسته داره، این خواسته حدودی داره. یک مثال خیلی ساده معروفش اینه، این کسایی که مبتلا هستن به مرض دیابت، قند دارن، یه دونه حبه قند براش بده. اگه دو نفر که مبتلای به این مرض هستن در سر یک سفره نشستن، هر کدومی یک دیس حلوای خوشبو خوش طعم جلوشون هست، خب شهوت اشتها اینه که تمام این حلوا رو بخوره. اما باور اینه که نه، نخوره، یه خورده ازش نخوره، بذاره کنار. حالا یکی از این دو نفر به باور خودش عمل میکنه، چون بده براش، آدمی که دیابت داره بده براش این حلوا، میذاره کنار، چیزایی که ضرر نداره میخوره، سالم زندگی میکنه. یه چند لحظه این اشتهای دهانش از این لذت حلوا محروم میشه، میذاره کنار، اونی که براش بد نمیخوره، باشم سالم زندگی میکنم، شبم سالم میخوابه و فردم سالم دنبال کاراش میره. اما اون یکی دیگه به باورش عمل نکرد، چون اونم میدونه بده، باور رو داره. خدای تبارک و تعالی هر دو رو لطف کرده برای اینکه امتحان کنه افراد را. اون تمام این دیس حلوا رو میخوره، نصف شب قندش میزنه بالا، نفس تنگ میگیره، حالش خراب میشه، میبرنش بیمارستان، فوت میشه، فردا میمیره. واسه یه دیس حلوا میمیره، میارزه؟ تا
تو روایت داره اکثر امراض یا همه امراض الا تب استثناء شده. این از تخمه است. تخمه یعنی پرخوری، یعنی یه چیزی که هر انسان یک حدی تحمل خوردن داره. بیشتر بخوره میشه تخمه، تولید مرض میکنه، مرضم اگه شدید بود زودتر میکشتش، اگه شدید نبود یه خورده دیرتر تلفش میکنه. حالا میارزه آدم واسه دیس حلوا دنیاشو تلف کنه؟ بعدم چون خدا عقل داده به هر کسی، جایز نیست براش این کار تعرض انسان معرض کنه خودشو برای چیزی که قریبا موجب قتلش بشه، موجب مردنش بشه. لا تقتلوا انفسکم، جایز نیست، حرامه. دنیا تا از بین رفته، آخرت هم از دست داده. این دو نیرو در هر کسی هست و غالبا با هم متعارضن. چه بسا روزانه انسان گرفتار تعارض اینها هست. انسان تو داخل عائلش، تو داخل فامیلش، توی جامعه که زندگی میکنه، در هر شرایطی هست. در مسائل سیاسی همین هست، تفریط و افراط هست. تو مسائل اجتماعی همینه، تو مسائل اقتصادی همینه، تو مسائل روانی نفسی همینه. یه مثال شهوات لذت خوراکه، یه مثال شهوات که قرآن کریم دنبال همین تیکه آیه شریفه که من تلاوت کردم این بعضیاشو ذکر فرموده. زین للناس حب الشهوات من النساء، این نسبت به مرد هست. مردا شهوت نسبت به زنها دارن، زنها هم نسبت به مردا. این تزیین شده. کی تزیین کرده؟ شیطان از خارج انسان و نفس اماره به سو از داخل. نفس انسان نه فقط امر به بدی میکنه، خیلی امر به بدی میکنه، شدید امر به بدی میکنه، قوی امر به بدی میکنه. معظم اینایی که تلف میشن دنیا و آخرتشون از دست میدن، مولا همینه که دنبال شهوتش رفته، افراط کرده درش، یا دنبال شهوتش رفته تقصیر کرده در شهوته. توی کتب طب می‌نویسن یه چیزهای از تقصیر در خوراکه، از تقصیر در یعنی کم استفاده کردن، در حد وسط نباشه، اونم مریض میکنه. انسان زیادی گرسنه بمونه زخم معده میگیره، گاهی زخم معده ها از اینه، از تفریط. زیادی بخوره تخمه میگیره، از زخم معده بلا سرش میاد، از تخمه بلا سرش میاد. حد وسط اونیه که باور انسانه. انسان باید تو دنیا با تصمیم باشه. این نور عقل که قرآن کریم اسمش را عقل گذاشته، که یعنی سببش عقله، به نور عقل انسان باورهاش هست، تصمیم بگیره در وقت تعارض دنبال باورهاش باشه. وقتی که یک کسی برخورد بد با انسان کرد، اینجا شهوت و باور با هم مجسم میشن جلو تو نظر انسان. این برخورد بد چجوری واکنش انسان نشون بده؟ اگه انسان تصمیم بگیره به باورش عمل کنه، باورش یعنی آینده دنیا رو ببینه تو نظر بیاره، ولو تو یک لحظه آینده آخرت رو تو نظر بیاره، چی جایزه براش، چی حرامه براش، چی افضله اونایی که جایزه، اونو عمل کنه، این هم محبوب خدای تبارک و تعالی خواهد بود، هم محبوب مردم خواهد بود. مسئله حسن خلق و سوء خلق همینه دیگه. چجوره؟ مسئله کرم و بخل و افراط در کرم
همین مسئله تقصیر و افراط نسبت به هر عملی که حد وسطش فضیلت دو طرفش غالبا رذیل است. انسان اگه تصمیم گرفت کمتر تو دنیا بلا سرش میاد، آخرتش هم کمتر از دست میده. اگه تصمیم نگرفت شهوات قویه، باورها نوره، چراغه، به آدم نشون میده. اما انسان میفهمه که این درسته، اون شهوات درست نیست. تفریط و افراط در شهوات درست نیست، ولیکن دفع شهوات قویه که قرآن کریم هم همجور که نقل فرموده، تقریر فرموده، ان النفس لاماره بالسوء، لام لام تاکید، امار صيغه مبالغه است، زیاد امر میکنه نفس، شدید امر میکنه، قوی امر میکنه، پی در پی امر میکنه. اینا مختلف برداشت های از صيغه مبالغه است. به چی زیاد امر میکنه؟ به بدی. بدی واقعا میدونه بده ها، اما چون غضب کرده، چون الان دیگه دلش میخواد اینو، نفسش میخواد این کار رو انجام بده، محل نمیده به اون نور عقل، به باور خودش، دنیا و آخرتش از دست میده. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی همگی من را توفیق مرحمت کنه که بتوانیم هم باورها را از شهوات بهتر تمیز بدیم، با تأمل، با استعانه به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و با دعا از خدای تبارک و تعالی، و تصمیم بگیریم ولو خرد خرده، ولو گام به گام، ولو قدری به قدری تصمیم بگیریم در هر حالی، در هر حادثه‌ای، در هر کم و زیادی، در هر شرایطی که هستیم تصمیم بگیریم به باورها عمل کنیم، نه به شهوات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.